یکی از عواملی که قلب تاریخ و به هر حال قلب تاریخ آزردگی ایجاد میکنه این است که 28 مرداد رو یک کودتا معرفی میکنن. این طوری جا افتاده که حتی کسانی که من نمیگم کودتا چیز خوبی است یا بدی است، ولی اونهایی که به عنوان کودتا 28 مرداد رو جا میندازن با نیت بدی جا میندازن، یعنی با اون ذهنیتی جا میندازن که ما کودتای مثلا پینوشه رو علیه آلنده در ذهن داریم. این کار رهبریش از دید من چپی هاست و بی بی سی. بی بی سی با هدف خاصی، این که میگم واقعا اتهام زدن به یک رسانه فارسی زبان نیست که در کشوری که من زندگی میکنم اداره داره و بی بی سی سابقه این کارها رو داره. بی بی سی انگلیسی زبان با نیت دیگری یک اسم تاریخی مثل خلیج فارس رو که 3000 سال سابقه داره در نقشه های دستنویس و قدیمی همه جا از اون به عنوان خلیج فارس با گویش های مختلف یاد شده، اول تبدیل کرد به خلیج عربی و یعنی به مرگ گرفت و بعد اینقدر به اون طبل کوبید و کوبید و وزارت خارجه حتی به نشریات بریتانیا در یک کشوری که باید سمبل آزادی مطبوعات باشه به مطبوعاتش دستور داد که از بکار بردن اسم خلیج فارس خودداری بکنن و حالا طوری شده که خلیج فارس اسم هویت حقیقی تاریخی خودش رو از دست داده و تبدیل شده به خلیج. حالا بپرسید نه این خلیج کجا هست؟ باید توضیح بدیم که در جنوب ایران و شمال کشورهای عربی که تو منطقه هستن. در حال این مهارت، این سوء نیت و این حرکت غلط رو بی بی سی در موارد مختلفی کرده و داره و بی بی سی فارسی که از بنیانگذاران انقلاب بود به علت کارکنانی که اونجا استخدام کرده بودن و مجموعه اونها توده‌ای ها و چپی های قدیمی بودن و مخالف با نظام پادشاهی و موافق گرایش های چپ و هر روز این انقلاب در موج های رادیویی خودشون زنده می کردن، بعد از انقلاب هم همچنان به تخریب چهره پیش از انقلاب ایران به خصوص تخریب چهره شاه ادامه دادن، به طوری که حالا با یک حرکت سازمانی یافته حتی به منابع تحقیقی که باید ظاهراً بی‌طرف باشن رجوع میکنیم، ما از 28 مرداد به عنوان کودتا مطلب میبینیم. هر محقق جوانی بخواد تحقیق بکنه مینویسه عنوان رسمی شده با کمک بی بی سی و کسانی که هنوز سنگ جبهه ملی و مصدق و انقلاب اسلامی رو به سینه میزنن، این شده به نوعی عنوان جا افتاده. آقای دکتر هدف چیه؟ قرارشون میدیم آقای... تازه خودشون یادشون میفته که واقعا کار اشتباهی دارن انجام میدن. ولی من دیدم مجری تلویزیون بعد از حتی دادن توضیح سهواً و به عنوان عادت باز از 28 مرداد به عنوان کودتا یاد میکنه. یک نکته است که میخوام در موردش توضیح بدم که واقعا در 28 مرداد کودتایی صورت نگرفت، ضمن اینکه کودتا همیشه بد نیست. ما کودتای هوت یا اسفند 1299 رو داریم، کودتای رضا شاه رو داریم که علیه یک حکومت فاسد بود و با رضایت وضعیت موجود این کودتا صورت گرفت و آغازی شد برای دوران نوسازی ایران. کودتا همیشه بد نیست، ولی کودتا با الگوی پینوشه به هر حال غیر قانونی است. ولی اون چی که در ایران در 28 مرداد 1332 اتفاق افتاد قطعا کودتا نبود، یک جریان تاریخی بود که ریشه دار بود و در فاصله 25 تا 28 مرداد به نتیجه رسید، به جایی رسید. من آیمی بودی کمترین ادعایی در مورد پژوهش چی میگید اصلاح تازه پژوهنده تاریخ بودن نداره. سهل است مورخ که اصلا نیستن، این روزا موت است. هر کس که یک مدرکی از دانشگاه میگیره به خصوص این روشنفکرهای نسل تازه که گهگاهی شما هم اونها اشاره میکنید در گفتن مطالب از عنوان فیلسوف کمتر رو رضایت نمیدن و عده زیادی هم مورخهای نسل نو شدن. من هیچ کدوم از این دوتا نیستم، ولی یک آشنایی ابتدایی با تاریخ کشورم دارم و با مسائل بین المللی که همزمان با تحولات داخلی ایران شکل می گرفت هم آشنایی ابتدایی در حدی که برای خودم یک قضاوت روشن داشته باشم دارم و اعتقاد دارم درسته که تاریخ دارای یک خطوط خاکستری است، مناطق خاکستری است، ولی قضاوت
سیاه و سفید کردن از اون هم در موارد روشن کار خلافی نیست. واقعا آدم باید به یک نتیجه گیری برسه. گفته میشه که حالا این پیشتر از این که بگم گفته میشه این توضیح رو بدم، واقعا آقای میبودی یکی از مظلوم‌های تاریخ معاصر ایران، یکی از مظلوم‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران، پادشاه فقید ایران. اتهاماتی به اون مرد می‌زنن که واقعاً لایتچسبکه، به این آدم نمی‌چسبه، و به رقیب یا دشمن او عنوان‌هایی می‌دن که اصلاً در خور اون نیست، و این هاست که آزاردهنده است. یعنی یک کسی مثل خمینی وارد میشه، میگن که دیو رفت فرشته آمد، و این فرشته خون ده ها هزار آدم رو مستقیماً به عنوان جانی در دستهاش داره، بالای پشتبانی که تظاهر به نماز خوندن میکنه آدم اعدام میکنه، در ساعتهای اولیه به قدرت رسیدنش و تا روز آخر، ده سالی که هشت سالی که سر قدرت هست، هر ماشینی اگر در مملکت کار میکرد ماشین اعدام با بازده بیشتری کار میکرد. حال این آدم فرشته اونهاست و هنوز هم عنوان فرشته رو برای خودش ظاهراً حفظ کرده. این رو فقط ایرونی هایی که طرفدار اون هستند و سینی میزنن نمیگن، کسانی بودن در دولت دموکرات آقای کارتر که مثل آقای بران هم این رو تکرار میکردن و اون رو گاندی تشبیه میکردن. در مورد مصدق هم متاسفانه این وضعیت وجود داره، هنوز هستن پیرمردهای عهد عتیق که کینه شاه رو به دل دارن و هنوز به باطل سنگ مصدق رو به سینه میزنن و از او به عنوان یک مظلوم یاد میکنن، در حالی که مصدق در طول حدود دو سالی که نخست وزیر بود، شما به من بگید چه گلی به سر این مملکت زد؟ آیا واقعا مصدق به جز دستگیر کردن همه مخالفانش با حکم حکومت نظامی کار دیگری در جهت تعمیم آزادی ها کرد؟ آیا مصدق روزنامه ها رو نبست؟ آیا مصدق خارهایی مثل حسین فاطمی رو رها نکرد، یا مثل آقای شیرازی که اسمش کریمپور همسنگ اسم شهر شما هم هست، به بدترین لحن ممکن فحاشی کنن توی روزنامه ها و روزنامه های معتدلتر یا مخالف خودشون رو بگیرن و ببندن؟ آیا آقای مصدق نبود واقعا که مجلسی که خودش انتخابات رو برگزار کرد، مجلس منظورم مجلس 17 هم، مجلس 17 هم رو خودش به عنوان نخست وزیر انتخاباتش برگزار کرد، در اون مجلس هم اکثریت پارلمانی در شروع کار داشت، در بین راه به این بهانه که در کار انتخاباتی که او به عنوان نخست وزیر برگزار میکنه اخلال شده، انتخابات رو تعطیل کرد برای اینکه میترسید اکثریت رو از دست بده و به اون اکثریت نسبی که فکر میکرد داره رضایت داد و مجلس رو با 80 نفر تشکیل داد که بعدن شد 79 نفر. ولی همین مجلس رو هم آقای مصدق برای اینکه مخالف آرای خودش میدید، برای اینکه میدید در این مجلس استیضاح خواهد شد و برکنار خواهد شد، تعطیل کرد. تعطیل عملی به این صورت که به طرفداران خودش در مجلس گفت مجلس رو ترک بکنن و مجلس رو از اکثریت انداخت و اون رو عملا تعطیل کرد و دوران فترت ایجاد کرد. آقای مصدق، آقای میبودید، تمام یاران خودش رو در طول این دو سالی که رئیس دولت بود از دست داد. این رو من به عنوان مخالف آشنا با تاریخ خودم چند دهه بعد از مصدق نمیگم، اینها اسناد روشنی است که وجود داره. یاران خود مصدق هم کسانی که در جبهه ملی بودن و از اون به علت استبداد رأی، به علت خودخواهی، به علت نداشتن برنامه، به علت کشیدن مملکت به فقر و نابودی با او از سر اختلاف در آمدن، میگم در حد نیز خشونت و دیکتاتوری و خودمحوری مصدق که ابوالحسن حاجی‌زاده به سازمان ملل متحد شکایت میکنه که آقا ما را از دیکتاتوری این مرد بیاید نجات بدید. کاشانی همین حرفا را تکرار میکنه. یه مرد محترمی در دولت آقای مصدق وجود داره به اسم آقای غلامحسین صدیقی، همین کسی که شاه هم میخواست او را نخست وزیر بکنه، یار نزدیک او و به غیر از یار نزدیک علی. وزیر کشور این آدم وزیر کشور میگه آقا تو مجلس رو به مصدق اگر مجلس رو تعطیل بکنی، اولا خلاف روال دموکراتیک، تو با رأی مردم سر کار آمدی، با خواسته مردم سر کار آمدی، بعد متهم به دیکتاتوری میشی و غیر از این دوران فترتی ایجاد میکنی که برکنار کردن تو غیر قابل اجتناب میشه. شاه تو رو برکنار میکنی و اون نمیگه که این کار غیر قانونی است، میگه شاه جرأت نمیکنه.
ولی زمینه فراهم شد که نگه داشتن دولت آقای مصدق امکان پذیر نبود. آقای امینی وزیر اقتصاد ملی آقای مصدق می نویسه که دولت مصدق از نیمه راه به بعد، دولت ما از نیمه راه به بعد فقط با قرضه زنده بود، حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نبود، اوراق قرضه منتشر می کرد و از بانک ها قرض می کرد بدون اجازه مجلسی که خودش انتخاب کرده بود. نزدیک 400 میلیون تومان، یه چیزی در حدود 300 میلیون و 312 میلیون و 314 میلیون تومان بنا به گفته امینی اسکناس غیرقانونی چاپ کرده بود تا وارد بازار کنه و خرج کنه. خب یه مردی که روزنامه ها رو میبنده، مخالفینش رو با حکم حکومت نظامی زندان میکنه، مجلس ملی که خودش برگزار کرده تعطیل میکنه، یاران خودش علیه خودش میشورونن و کسانی مثل فرامرزی، مثل آقای بقایی، مثل رئیس مجلس کاشانی علیه او میشورن و با مدرک و سند به او میگن که آقا تو داری اشتباه میکنی، چطور این دولت ورشکسته در داخل قابل حفظ کردن؟ همزمان آقای میبودی، آقای مصدق دنیای خارج رو هم از دست داده بود. شرایط بین الملل موافق حفظ آقای مصدق با وضع اون روزی که او داشت نبود. آمریکایی‌ها طبیعتاً مصدق رو نمی‌خواستن برای اینکه وصله نچسب بود. آدم خودخواهی که کمترین برنامه‌ای برای کارش نداشت. آدمی که تنها یک فلسفه آفریده بود برای خودش و اون موازنه منفی بود. میگه من با همه دشمنم، با این دوست نیستم، با اون هم دوست نیستم. با کی دوست هستی؟ با کی می‌خوای توی جامعه جهانی بسازی؟ انگلیس‌ها هم به نوبه خودشون اون رو نمی‌خواستن و البته طرحی داشتن برای اینکه از شر مصدق خودشون رو خلاص بکنن. خب اقداماتی هم صورت گرفت که به نتیجه نرسید. اینجاست که من میگم در مورد 28 مرداد یک کودتای صورت نگرفت و اگر مصدق واقعا ارتش رو و مردم رو برای کمک خودش فرا نخوند، مثل بی بی است که نرفتنش به میهمانی از بیچادری است نه میل خود او. توضیح میدم به چه. آقای مصدق در وضعیتی مملکت قرار داده بود که ایران منزوی‌تر از امروز در جامعه جهانی بود. به غیر از تز به اصطلاح موازنه منفی، مصدق با یک شعار روی کار آمد که نفت و ملی بکنید. اولا این شعار مصدق تنها نبود. خیلی از کسانی که در ایران بودند در اون فضای روز زندگی می‌کردند، فضایی که ناشی از مقابله ملی‌گرایی با استعمار بود، یعنی ناسیونالیسم در مقابل امپریالیسم. این کار فقط مد ایران نبود، ما در مصر هم این رو می‌دیدیم که بعداً منجر شد به روی کار آمدن آقای ناصر و در جاهای دیگه دنیا. یک موج بود، این موج در ایران هم وجود داشت و مصدق سوار این موج شد. ولی در مورد ملی کردن نفت، شاه مطلقاً مخالف ملی کردن نبود. شاید رزمارا به نوعی در مقابل ملی کردن نفت می‌خواست بیسته به این علت که اقتصاد مملکت رو در اون وضعیت بحرانی نجات بده، ولی کسی مخالف ملی کردن نفت نبود و ملی کردن نفت هم ارث پدری مصدق نبود. اگر با کمک کسان دیگری نبود که در مجلس از او حمایت می‌کردن، خب این تبدیل به یک موج نمی‌شد و به اصطلاح نفت ایران ملی نمی‌شد. ولی با این وعده نفت رو در مجلس ملی اعلام کرد، با این وعده که از بهای فروش نفت مردم میتونن منتفع بشن، مثل همون شعار دروغینی که خمینی داد که نفت رو در خونه ها میاریم، مصدق هم همین رو داد، همین دروغ رو تحویل مردم داد که نفت رو ما ملی میکنیم و از دارایی نفت مردم ایران بهره میگیرن، به جای اینکه جهانخوارهای نفتخوار چنین چنان استعمارگرها بهره بگیرن، مردم بهره میگیرن. ولی به محض اینکه نفت ملی شد، درون چاه باقی مون. آیه میبودی، این یک اصل پذیرفته است که نفت واقعا تا زمانی که زیر زمین وجود داره یک ماده عفن بدبوی بدرنگ بیارزشه. زمانی ارزش پیدا میکنه که از چاه در بیاد و از چاه در بیاد به فروش برسه، حالا یا به صورت خام یا به صورت فراورده و پالایش شده به فروش برسه و از دارایی ناشی از فروش نفت بشه استفاده کرد، اونجا تبدیل به دارایی میشه. ولی مصدق نفت رو زیر چاه، توی چاه زیر زمین نگه داشت و طبیعتا اون رو به دارایی تبدیل نکرد، ولی از مضراتش
مردم رو رنج و آسیب داد، اقتصاد کشور رو به حالت رکود مطلق برد و دولت رو از نظر مالی ورشکسته کرد. دولتی که اصلا برای پیشبردش برنامه‌ای نداشت. همیشه مصدق به دنبال این بود که از خودش یک قهرمان مثل دونکیشوت، یک قهرمان قلابی بسازه و در اولین تلنگر صحنه رو به عنوان قهرمان ترک بکنه. و همین کار رو در 28 مرداد هم کرد. آقای مصدق، آقای میبودی دروغ میگو. در 28 مرداد هم قادر به بسیج ارتش نبود، برای اینکه در سال 1331 چند ماه قبل از مرداد 1332 مصدق شاه رو وادار به ترک مملکت کرده بود، اختیارات او رو از او گرفته بود و او رو تبدیل کرده بود به یک مهر لاستیکی برای تأیید مصوباتی که در مجلس میگذرون و بعد از او خواست که کشور رو ترک بکنه. ولی وقتی که به بهانه خداحافظی به کاخ میرفت یا بدرقه شاه یا اطمینان پیدا کردن از اینکه شاه به هر حال کشور رو ترک خواهد کرد، دید که نه، یک موج مخالفی در مقابل کاخ ایستاده و صداهایی از اون بلند میشه که صدای موافق مصدق نیست و مصدق بدون اینکه به دربار بره برگشت به خونه خودش رفت و بعد از اون روز موازنه قدرت علیه مصدق به هم خورد و با اقدامات بدی که صورت داد تدریجا مصدق جامعه جهانی، افکار عمومی ایران و دوستان خودش و همکاران دولت رو از دست داد. نه تنها از دست داد، علیه خودش اونها رو شوروند. شما به من بگید که به غیر از این شعار ملی کردن نفت که خیلی در ایران طرفدار اون بودن و متعلق به اون تنها نبود و به خصوص شاه طرفدار این شعار بود، مصدق چه اقدام دیگری در ایران صورت داد که اقدام مثبت باشه به غیر از مواردی که من به اون اشاره کردم؟ شاه ایران در سال 1973 در مقابل مجموعه جامعه جهانی ایستاد ولی با دست پر، وقتی که قیمت‌های نفت رو افزایش داد از یک دلار و چند سن، اون رو در فاصله یک سال اندی به قیمت 10 دلار بالا برد. البته پادشاهی خودش رو هم روی این متأسفانه گذاشت، ولی در مقابل جامعه جهانی با قدرت ایستاد، اقتصاد ایران رو در جمع 10 قدرت بزرگ جهانی قرار داد، ارتش و نظام دفاعی ایران رو در جمع 5 کشور بزرگ دنیا قرار داد، تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای کرد ایران رو، تبدیل به کشوری کرد که همه از قلب اروپا برای کار کردن و اشتغال به ایران می رفتن. خانواده های متوسط کلفت های فیلیپینی داشتن، میهمانداران ایرانی از دخترای انگلیسی لیسانس استفاده می کردن و این قصه سر دراز داره که در ایران اون چی که از فروش نفت امکان پذیر بود چه استفاده برد و در ایران چه ساخت. خب مصدق هم چند دهه قبل از اون اقدام کرده بود به ملی کردن نفت، ولی حاصل اون رو ما دیدیم، یک دولت ورشکسته منزوی که مردمش از گرسنگی دوچار طاعون بودن و میمردن و بیشتر از هر چیزی رنگ فقر در شهر دیده میشد. میراثی که مصدق برای ایران گذاشت میراثی است که امروز اپوزیسیون ایران از اون رنج میبره. یعنی ایران رو تبدیل به یک جامعه، برای اولین بار تبدیل به یک جامعه دو قطبی کرد، جامعه دو قطبی که هنوز گریبانگیر اپوزیسیون خارج از کشور و صاحب نظران در مورد خوب و بد آدم هاییست که اون دوران رو اختیارشون رو در دست داشتن. چرا باید دروغ تاریخی بگیم؟ این در مورد این که واقعا ظالم کی بود، مظلوم کی بود. ظالم کسی که خودش رو با هر حیله‌ای میخواد به مردم تحمیل بکنه، حرف هیچ کس رو نمیپذیره، خود رأی اونجایی که بیسته مثل ملا نصرالدین میگه مرکز زمینه و اون چه که من میگم خاتم همه کلام هاست، و مرد دیگری که انعطاف داره، هرگز نمیخواد خودش مردم تحمیل بکنه، صاحب فکر و اندیشه است و اگر فرصت پیدا کرد یکی از بزرگترین کسانی است که میتونه سازندگی بکنه و این رو اثبات کرده. اون وقت یکی رو ما اهریمن مینامیم، دیکتاتور مینامیم و دیگری رو فرشته مینامیم و کسی که قهرمان ملی است، قهرمان قلابی، قهرمان. حتی دونکیشوت هم نمیتونه مصدق باشه و طرفداران پیر او که این حرفا رو تکرار میکنن واقعا شاهدی برای اثبات اون چیزی که ادعا میکنن در دست ندارن. در روز 25 مرداد آقای میبودی، وقتی که دولت مصدق قابل دوام نبود، در مجلس در مزان استیضاح بود، دوران فترت با تعطیل مجلس ایجاد کرده بود، شاه چاره جز نجات مملکت نداشت. البته خارجی ها هم این میل رو قطعا داشتن، مأمور و آدم هم مثل کرمیت روزولت و غیره میفرستادن تا زمینه برکناری مصدق رو فراهم کنند، ولی
نه تنها به این خاطر که مصدق خلاف منافع اونها بود، برای اینکه دولت مصدق دیگه قادر به نگهداری نبود، از درون در حال پاشیدن بود و خود مصدق این رو خوب میدونست. من اونطور که گفتم از 9 اسفند سال 1331 سال پیش به بعد این زمینه رو از دست داد. مصدق از هر فرصتی استفاده کرد برای اینکه جامعه رو علیه شاه و پادشاهی بشورونه، حتی مملکت رو در لبه خطر برد، دست حزب توده رو برای تظاهرات شهری باز گذاشت و برای اینکه بتونه موازنه رو به نفع خودش تغییر بده، طوری به حزب توده تکیه کرد که حزب توده در حتی روستاها هم شعبه باز کرده بود. آیا واقعا این مصدق بود که آذربایجان و کردستان رو نجات داد؟ و آیا این مصدق نبود که واقعا تهران رو هم داشت تبدیل میکرد به تبریز دوران پیشوری؟ و اگر دوام پیدا میکرد واقعا این خطر خطر جدی بود. با آمریکا در یک دوران جنگ سرد احساس بیم میکرد که ایران با منابعی که در اختیار داره، با موقعیت جغرافیایی که در اختیار داره، در دامن روسیه بیفته. و یکی از توطئه هایی بود که مصدق به اونها با دادن قدرت به حزب توده دامن زد. ولی از 9 اسفند به بعد دید که واقعا کفه قدرت به زیان او در حال تغییره. تنها چند روز آقای میبودی بعد از واقعه 9 اسفند که شاه تصمیم به ماندن گرفت و رفتن رو دیگه امکان پذیر نمیدید و دیده شد در شهر که تظاهراتی صورت گرفته علیه مصدق، موسولینی استالین که در هر حال حزب توده خودش رو اون رو پیامبر خودش میدید مرد. در موسکو تغییراتی صورت گرفت که دیگه حمایت موسکو از حزب توده در وضعیت دوران استالین امکان پذیر نبود. یعنی توده یا دوچار یک نوع سرگیجه بودن، وضع موجود رو هم وضع مطلوب نمیدیدن. ارتش هم با وجود اینکه ریاهی رو رئیس ستاد گذاشته بود، با اینکه رئیس شهربانی دفتری رو از اقوام خودش انتخاب کرده بود و گذاشته بود، ولی هیچ کدام از اینها حرف آقای مصدق رو نمیخوندن. نه افکار عمومی دیگه در اختیار مصدق بود، نه یارانی داشت و نه ارتش از اون فرمان میبود. به این علته که مصدق روز 28 مرداد اقدامی نمیکنه. مصدق روز 25 مرداد، شب 28 مرداد یا نیمه شب فرمان برکناری خودش رو دریافت میکنه. چرا اون فرمان رو در رادیویی که در اختیار داره منتشر نمیکنه؟ چرا به اطلاع مردم نمیرسونه که شاه من رو برکنار کرده؟ چرا سه روز این فرمان رو پنهان میکنه و ادامه میده به کار خودش؟ مصدقی در کار کودتاست ولی موفق نمیشه و تدریجا میبینه که وضعیت برای ادامه دولت امکان ناپذیر شده. و روز 27 مرداد میبینیم که در بازار حرکت‌هایی صورت میگیره. روحانیون که از ترس حزب توده دچار وهم و حراس شده بودند، بال و پر خودشون رو جمع میکنن و از سرگاه 28 مرداد از بازار تا توی خیابون‌ها جنبش یواش یواش شکل میگیره. اینجا نه شاه وجود داره، نه ارتشی وجود داره، نه آمریکایی هست، نه کرمیت روزولتی هست، هیچ چیزی وجود نداره که اسم کودتا به اون داده بشه. و این حرکت در شهر شکل میگیره و به هر حال آقای مصدق که تبدیل به سیب گندیده شده بود خودش میفته. امکان نداشت مصدقی که سه روز پیش برکنار شده دولتش حفظ بشه، برای اینکه هیچ جایگاه و پایگاهی برای نگه داشتن خودش نداشت، نه اقتصادی، نه اجتماعی، نه سیاسی، نه بین المللی، نه بین یاران، هیچ چیز. حتی هزینه اداره دستگاه و دم دستگاه خودش رو هم نداشت و میخواست با اسکناس قلابی خودش اداره بکنه. اینها آقای میبودی حقایقی است که باید به گوش مردم برسه، باید گفته بشه. و من خوشحال میشم کسانی باشن که مدعی کودتا بودن 28 مرداد، ظالم بودن شاه، مظلوم بودن مصدقن و اینجا سینه به سینه با هم گفتگو کنیم. تشکر میکنم. چندین سوال داشتم نشنیدید، حالا مهم نیست، گوش کردیم. همینطور که خود آقای دکتر تقی‌زاده گفتن، اگر کسانی علاقه دارن که در این گفتگو نظر خلافی اگر هست مطرح بکنن با کمال میل، مطمئنم که دکتر تقی‌زاده هم استقبال میکنه در این زمینه. بدون تردید استقبال میکنه، بدون تردید. یعنی باید واقعا یک نور واقعی به تاریخ ایران انداخت و این اختلافات کاذب رو با رسیدن به حقیقت کنار گذاشت، نه بخشش. خب ببینید، خود شما فرمودید که یکی از میراث‌های اون زمان دو قطبی کردن جامعه ما بود. فکر نمی‌کنید که دوباره چرخ کرده این مسائل اونم این روزگار؟ شاید در آینده وقتی فراغت تاریخی وجود داشته باشه بهتر بشه به این مسائل پرداخت و تاریخ رو روشن‌تر دید. آقای میبودی، این اختلاف بین ما و
اخلاقاً وجدانن افتراق بین ما رو دامن بزنه. من رو در مورد تاریخ معاصر شما به صورت مکرر شنیدید. این توضیحات که همین امروز مطرح شد چند بار شنیدید؟ این توضیحات باید بر افکار عمومی داده بشه. تنها کافی نیست عده‌ای محقق، عده‌ای پژوهشگر، عده‌ای با سخاوت، عده‌ای با سعه صدر این مطالب رو بدونن. پس یه برنامه ویژه میذارید، یک برنامه ویژه به آقای دکتر تقی‌زاده. اگر کسانی داوطلبن که در این زمینه صاحب نظرن با کمال میل. خب آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، اظهارات من باید گله بکنم وقتی که شما آگهی تجارتی پیدا پخش میکنید و زمان عبور از بازارچه هست، من صدای آگهی و آواز و دنبک و دهل رو خیلی صاف و روشن میشنوم، ولی وقتی برنامه دیگری از تلویزیون پخش میکنید که منم باید اون رو بشنوم، واقعا یک کلمه نمیشنوم. ارتباط من با شما حدود 5-6 دقیقه است کاملا قطع شد. عجب. خب کاش شیر میگرفتید، تلویزیون نمیتونستید بگیرید اون لحظه، در تلویزیون تو روشن نیست. خب من مشکلاتی از این دست همیشه از بقیه بیننده ها هم میگیرید که صدای تلویزیون توی لپتاپ ها میچرخن. خب حالا برگردیم، چشم اصلاحش میکنیم، برگردیم به بحث خودمون. آب بگیریم امیانان عزیز و ارجمندم با آقای دکتر رضا تقی‌زاده، همچنین که قول دادم این بخش از برنامه به شما اختصاص داره. شماره تلفنم که بر صفحه تلویزیون تحقیق کردم که چرا وقتی که فیلم پخش شده صدا به آقای تقی‌زاده نرسیده، معلوم شد که درست از همون سورس، یعنی از همون کامپیوتری که ما الان با آقای تقی‌زاده در ارتباطیم، اون فیلم هم پخش شده. در نتیجه نمی‌شده که از اون طریق صدا رو برای ایشون هم گذاشت. عذرخواهی می‌کنم، چون آگهی ها از کامپیوتر دیگری پخش میشه، در نتیجه ایشون میشنوه. حالا باید یک کاری بکنیم که این مشکل نقص فنی یا نارسایی فنی، نقص هم نیست، نارسایی است دیگه. بعد یه نفر آدم دیگه، اینم آقای امیر شهرتی و ده ها کامپیوتر و دستگاه و که باید همه رو هدایت بکنه، به اضافه این دوربین ها. مواظب ما هم باشه. خب میریم روی خطوط تلفن. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید آقای میبودی. بفرمایید. حال شما خوبه؟ تشکر. من واقعا برنامه شما رو دوست دارم آقای میبودی و دوست هم داشتم. قربان شما. تعجبم از این آقای تقی‌زاده دوست گرامی. ما دیگه نمیتونیم حقایق رو برعکس جلوه بدیم. مردم دیگه الان اینترنت هست، چند دفعه باید سازمان های بین المللی، CIA، نمیدونم مال انگلیس، MI6 بگر آقا ما این کودتا رو ما کردیم، رضا شاه پهلوی هم ما برگردونیم از ایتالیا. دیگه این حرف رو که بازار شلوغ شد و مردم شد، بابا پولای کرملین روزویت اونجا داشت کار میکرد، خود اصلا همه سلطنت تخوار هم قبول دارن که این بابا از با کودتا اومده رو کار. و اگر این که اون کودتا نمیشد، شما فکر میکنی انقلاب 57 اتفاق میفتاد؟ خب ترجه داشته باشید. آقای تقی‌زاده بفرم. درست همین استدلال های بدون ارائه مدرکه که ادهی رو گول میزنه، ادهی در عمق اسناد و مدارک نمیرن و به خودشون این باور رو میفروشن که حرفی که میزنن راست. کجا دولت انگلیس گفته که ما کودتا کردیم؟ کجا دولت آمریکا گفته که ما کودتا کردیم؟ به عنوان مداخله در امور ایران یک بار وزیر خارجه دولت دموکرات آمریکا، دولت آقای بیل کلینتون، یعنی خانم آلبرایت، برای اینکه باج سبیل به جمهوری اسلامی بده، عنوان کرد که ما از مداخله در امور ایران ابراز پشیمانی میکنیم. ولی کدوم یک سندی از مجموعه 10,000 صفحه اسنادی که در طول 60 سال گذشته منتشر شده، یک جا حتی آمریکایی‌ها گفتن ما کودتا کردیم؟ این شخصی که این اظهارات رو میکنه، من نمیدونم چقدر با تاریخ آشناست. انگلیس‌ها که هرگز چنین حرفی رو به زبان نیاوردن. حتی جک استرا که به عنوان آیت الله جک استرا ازش یاد میشد و اون هم وزیر خارجه دولت کارگری بریتانیایی بود و با آقای روحانی رفاقت بسیار نزدیک داشت، هم هرگز چنین کاری نکرد. یک سند نشون بدید در مجموعه 10,000 سندی که منتشر شده، من جمله اسنادی که اخیراً به عنوان اسناد تازه CIA منتشر کرده و نه وزارت خارجه، نشون بدید که گفته شده در اینجا کودتا صورت گرفته. تشکر. آقای مصدق در دادگاه یک بار این حرف رو به عنوانی که میخواستن علیه من
کودتا بکنن به زبون برد و بعد حسین فاطمی اون رو تبلیغ کرد و دیگه خبری از ماجرا و اسم کودتا نبود تا زمانی که جمهوری اسلامی رو میکار آمد. درود بر شما. بفرمایید. بفرم. سلام عرض کردم. سلام. درود بر شما. آقای مهبودی با عرض ارادت خاص خدمت جناب آقای دکتر تقی‌زاده. اولا که واقعا وقت این حرفا الان نیست که همه هدف مشترکمون نابودی جمهوری اسلامی یعنی حکومت اسلامی. بعدش هم اولا جناب آقای دکتر تقی‌زاده دکتر مصدق نخست وزیر محبوب مردم به مورد تایید اعلیحضرت بودن. اگر ایشون مجتبر بودن پس همش گرم، چون دیگران جرأت این مجتبری و پنجه در پنجه استعمار بایستادن نداشتن. شما میگیم مگر قباله پدر مصدق بود این هست؟ این توهینه. البته ببخشید من قصدم اساعدت به جنابالی نیست، اما نه خیر، قباله نفت ایران قباله مردم انگلیس بود و جناب مصدق رفت دادگاه لایق به اسم مردم ایران که از پس دمش گرم بازم. بچه هم جناب آقای دکتر تقی‌زاده انتقاد خوبه ولی اینجوری هم بکردن ترور شیک شخصیت ملی به نظر شما درسته؟ اگه من جناب رو نمیشناختم و اگه من نمیشناختم میگفتم واقعا وظایفتون رو در قبال دولت فقیمه انگلیس دارین انجام میدین. خیلی متشکرم. آقای تقی‌زاده بفرم. من نگفتم که نفت ایران قباله یا پدری یا مادری شخص خاصی نبوده. گفتم ملی کردن نفت تعلق به کسی نداشته و همونطور که ابوالقاسم کاشانی طرفدار این موضوع بود، آقای غلام حسین صدیقی طرفدار این کار بود، محمد مصدق طرفدار این کار بود، محمد رضا پهلوی هم طرفدار این کار بود. میگید که مصدق به لاهه رفت برای اینکه واقعا حرف انگلیس برای گفتن نداشت، ولی چرا شما از رفتن حسین اعلی به سازمان ملل یاد نمی کنید که از حقوق ایران دفاع کرد و سخنرانی او در جزء اسناد پرغرور تاریخ مانده ایرانی؟ شما میگید کسی جرأت پنجه انداختن در پنجه خارجی ها رو نداشت. در طول 10 سالی که از سال 1970 به بعد شاه به دنبال افزایش قیمت نفت بود، شاه با چه کسانی در افتاد که بالاخره حکومت و پادشاهی خودش هم در این ماجرا گذاشت؟ با تمام قدرت‌های بزرگ دنیا درگیر شد و تفاوت این بود که به پیروزی رسید. شما ملی شدن نفت رو روی کاغذ دارید ولی افزایش قیمت نفت و کنترل شرکت نفت بر دارایی ملی ایران و افزایش 10 برابر دارایی‌های ناشی از صادرات نفت رو به عنوان پول به ملت می‌بخشید و مردم رو ثروتمند می‌کنید. کدومی که از اینها پیروز نهایی هستند؟ درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما. اجازه بفرمایید من تلویزیون کم کنم. خواهش می‌کنم. بله، خواستم بگم این راجب مسئله انگلیس و موساد و اینا، جمهوری اسلامی با روسیه همیشه روابط خوب داشته، اسرائیل هم روابط خوب داشته همیشه، جمهوری اسلامی با انگلیس روابط خوب داشته، اسرائیل هم با انگلیس روابط خوب داشته، یعنی جزء از همون فراماسون فریمیسونای قدیم هستن. نتیجه اینه که مدارک دیگه هم هستش، وقت کمه، که مردم اسرائیل پاک و خوب و عزیز هستن ولی دولت مردای اسرائیل سالهای ساله دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. حالا اگه میخواین شما نظر مخالف بفرمایید من گوش میدم، ولی بیشتر مردم ایران اینو میدونن که 38 سال جمهوری اسلامی و اسرائیل دولتشون با همدیگه فیلم بازی کردن برای منافعی که خودشون میدونن چی هستش برای ماندگاری جمهوری اسلامی. تشکر میکنم. آقای تقی‌زاده بفرمایید. من واقعا توضیح خاصی ندارم. حقیقت کلام این است که قصد توهین و جسارت به کسی هم ندارم، ولی اینکه حرفی رو مطرح بکنیم بدون اینکه مستند اون رو بگیم به یه خورده شبیه این داستانی میشه که من از عمه مرحومم بیاد دارم که متاسفانه این شخص بسیار شریف چند هفته پیش فوت شد در سن 90 چند سالی بود و عمه من مثلا میگفت که الیزابت تایلور خواهر رابرت تایلوره. وقتی من میپرسیم که عمه خانم از کجا این رو میدونی؟ میگفت میگن. خب این که میگن واقعا مستندی نیست، همین افواه بدون سند شایعه و شایبه است که ذهنیت غلط درست میکنه. من نمیدونم، شاید هم
اسرائیل اقداماتی کرده که به نفع جمهوری اسلامی بوده، ولی این موارد رو بایستی مشخص اعلام بکنیم. تشکر. درود بر شما، بفرمایید. سپاسگزارم. سلام علیکم آقای میبادی. سلام بر شما، بفرمایید قربان. قربان شما. تشکر می‌کنم شما که این فرصت در اختیار من گذاشتید. من به نظرم در مورد قضاای تاریخی به سر مستند صحبت کنیم بهتره. آقای تقی‌زاده از عمه‌شون نقل قول می‌کنم، به نظرم کارش. درود بر شما، بفرمایید. سلام دارم میبادی. قربان شما، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. بله قربان، بفرمایید. من خواستم از آقای دقیزاده تشکر کنم. من فکر کنم اصلا جاش صحبت الان، چون مربوط هم از 28 مرداد و اصلا به نظرم دو دستگی هم ایجاد نمی‌کنه. یه بحث تاریخیه که در تاریکی مونده بوده و آقای تقی‌زاده بازش کردن، و به خصوص که من می‌بینم بی بی سی حق دارن آقای بی چیز آقای تقی‌زاده. من می‌بینم که بی بی سی دائما هر چند عید 28 مرداد، کودتای 28 مرداد، سایت‌های چپی هم همینجوری 28 مرداد هی پویسرها میندازن، و اتفاقا خیلی باعث تعجب نمون که آقای تقی‌زاده به موقع دست گذاشتن و خفت اینا رو به قول معروف گرفتن. به نظر من خیلی خوب این بحث ادامه پیدا کنه، حالا بخشی از صحبت ها و خیلی روشنگرانه میتونه باشه. تشکر میکنم از شما. ممنونم، سپاسگزارم. دو تقی‌زاده بفرم. من توضیح ندارم، واقعا هیچ نیتی ندارم که کسی رو از زیر آوار تاریخ بیرون بیارم به جز حقیقت. واقعا در مورد حقیقت نبایستی که به منطقه خاکستری قائل بود، و در مورد پادشاه ایران من باورم این است که یک ظلم تاریخی صورت گرفته و 28 مرداد به عنوان یک دروغ تاریخی به مردم ایران، افکار عمومی، نسل نو و حتی رسانه‌های خارجی فروخته شده، و حق این است که کسانی که حداقل شهامت و وقت و قدرت و علم این کار رو دارن در جهت بیرون آوردن حقیقت از زیر آوارهایی که تاریخیه ولی سنگین نیست کمک بکنن. اگر امروز ما از این واقعیت‌ها بگذریم، این قضیه اثباتش چند دهه بعد بسیار بسیار دشوارتر خواهد شد، برای اینکه حداقل کسانی که در این مورد اظهار نظر میکنن یا پسرشون یا خودشون حالا زنده هستن و میتونن شهادت بدن. الان پسر آقای ابوالقاسم کاشانی زنده است و اون میتونه فریاد میکشه، میگه آقا در 28 مرداد کودتای صورت نگرفت. حالا یه آقایی بگه نه آقا گرفته. قبلا صدای کامپیوتر نگم، صدای تلویزیون تو کم کن. بفرمایید. درود بر شما. قربان شما، درود بر شما. بفرمایید. الو. بفرمایید، بفرمایید. جناب مهدی، نگاه کنید، این که آقای تقی‌زاده نازنین میفرمایند که این دروغ تاریخی و این حرفا، خب این دروغ تاریخی ها تو همین رسانه ها بیان شده. مثلا تو همین رسانه چند روز پیش ما اومدید بیان کردید که شهبانو مثلا خیانت کرده به ایران و انقلاب زیر سر ایشون بوده و قدرت طلبی ایشون باعث انقلاب شده. باز دوباره هفته پیش پری روز اومدید گفتید که بیاید شهبانو رو بکنیم رئیس سازمان و شاهزاده رو بزنیم کنار. باز دوباره الان میگید که کودتای 28 مرداد نبوده. باز دوباره همون آقای چیز میاد تو همین تلویزیون میشنه، آقای مشیری میاد میگه که مصدق فلان. خب این تناقضا رو تو همین تلویزیون هایی که اصلا یه من در زارم جی میشینه دیدم جیز به قولی از امه ها نقل قول میکنید، اینجا این دلیل ها بریم به این دلیل به وجود میاد. من فهم میکنم که مزدورایی که تو بی بی سی رفته آمده حق دارن بگن که بی بی سی و انگلیس نقشی نداشته، ولی کس که آزاده باشه میدونه که خود سی آی ای دی هفته پیش ده روز پیش اعلام کرد که آقا بی بی سی و انگلیس هم نقش داشته دیگه. حالا این سنداش میاد بیرون، آقای تقی‌زاده اگه زنده بود سنداش رو ببینه. درود بر شما، بفرمایید. الو. بفرمایید. لطفا ممکنه منو بزنید رو خط با آقای تقی‌زاده؟ شما رو خطید، بفرمایید. الو، سلام عرض کردم. سلام قربان، بفرمایید. جناب تقی‌زاده، ما فرض کنیم اصلا حرفای جنابالی کاملا درست، ولی آخه قربونت برم وقتی میخواد آدم با امپریالیسم علا حضرت به جنگه، میاد به مردم بعدش میگه پاسپورت رو بفرستیم بهتون خونه عمه، بعد با غرب جنگه. اصلا بگیم همین حرفا شما درست. زمینی که من میخوام آقای محمد امینی رو یک روز در مقابل ایشون بگذارین که انشالله مسائلشون رو حل کنن، یک کچلوار قشنگ یا آقای تقی‌زاده رو بچن. علاقه دارید؟ خب دوستانی که روی خطن، خواهش کنم تعامل بفرمایید، چون وقتی نداریم. حتما این گفتگو رو دنبال میکنیم. عرض کردم اگه آقای تقی‌زاده آمادگی داشته باشن، کسی نظر مخالفی داشته باشه یا علاقه داشته باشه، در نهایت احترام به یکدیگر
یک مناظره بکنیم، این مناظره اولی و آخری در خدمت شدیم. به هر حال ممنون آقای تقی‌زاده، از حضور شما سپاسگزارم. نکته‌ای دارید بگید؟ نه واقعا من منتظر واکنش‌های نامطلوب بودم، برای اینکه واقعا وقتی حقیقت پیش چشم عده‌ای که اون رو به اون شکلی که فروخته شده پذیرفتن، شکستنش مقداری دردناکه، ولی واقعا باید با تاریخ با مستنداتش روبرو شد و حقایق رو قبول کرد. هرچند در شروع کار سخته، من خوشحال میشم کسانی باشن بیان من درس بگیرم، اگر اشتباه کردم در قضاوتم اشتباهات خودم رو اصلاح بکنم، ولی خوشحال میشم با کسانی که ما مخالف با این نظرات هستن روبرو بشیم و واقعیت ها رو برای مردم توضیح بدیم و طبیعتا نتیجه گیری و قضاوت با مردم خواهد. جای دکتر میفتروس هم خیلی خالی بود. یقینا من به شخص دکتر میفتروس که بسیار مرد سخاوتمندی است و آشناست با مسائل عصر نزدیک ایران، به او خیلی ارادت دارم و اعتقاد دارم که ایشون هم باید در جهت روشن کردن افکار سهمی بخته بگیرن، بیشتر از اون چیزی که تا به حال بوده و سهم ایشون بیشتر از خیلی از آدمای معمولی است. تشکر. اینم روی جلد فردوسیه، توش شاپور بختیار و فریدون فرخزاد تو قربانی ترور همیانانم. آخرین شماره، شماره قبلی رو من ندیده بودم، الان دیدم، با اینکه خودم شعر توش دارم. این شماره قبله، تصفیق زد آقای عباس پهلوان و اصل عزیز خانواده پهلوان، همه شما هم کار میکنن و همه هکی کاری انجام میده و فوق‌العاده است. پسرها دخترها، آقای امیر شهرتی خیلی سپاسگزاریم. توضیح دادم به آقای دکتر تقی‌زاده که نارسایی فنی از کجا بوده. بله، نارسایی فنی از امیر شهرتی نبوده، از شمار کامپیوتر. یک کامپیوتر ما کم داریم، دست کم بتونه با عنوان سورس مورد استفاده قرار بگیره، از اونجا صدا رو پخش بکنیم، به گوش آقای دکتر تقی‌زاده هم برسونیم. آقای تقی‌زاده، شما رو به همه انگورهای چی بود؟ یاقوتی. یاقوتی دنیا میسپرم. تشکر. رنگ زندگیتون یاقوتی. خوشم. ممنون.